سخت جا میره نه؟ گلوغ اینجوری باشه که بعدم به مشکل نخوری که از چی بابا؟ بعدم میخوای درش بیاری چی؟ نه بعدم اینقدر سفت بشه دیگه جرا نداره میخوام من سماش یه ذره کوتاه‌ترش کن گلوغا اگه تونستی یه مقدار کم کوتاه‌ترش کن بعدم سخت در میاد نه بریم مثلا میخوای نشو در بیاری فکر کنی الان بعد زامنشو جدا کنی راحت میاد خب در بیار ببینم اینم سرسماتو چجوری زدی شاید در رفت بیار ببینم نباید در بره دیگه قشنگ سرسیم زدی ها سرسیم زدم قشنگ نشون بده ببینم آها دو تا ولی اینا یه ذره بیرون میگه نگاه کن دیگه نمیره تو جواسه کن تمیز کار کن دیگه بعدا در بیا درد سر میشه خوش جا نداره خوش پرفیلا خشیده زی سرزم دوانه عبده به تو چی کار کردی؟ نه سیما رو لخ کنم سیما رو میره بیرون؟ بس نیستم باشه یه چند تا کابل هم لخ کن این هم که سرسیما دوبل مونه دوانیم دوبل این هم سرسیما تک یکونیم مونه که رنگ بندی هم داره اینا خب حالا تلفن تو الان شبکه رو که زدی دیگه ماژول شبکه رو یه دونه ماژول شبکه بده من بچه ها نشون بدم خب گلاغ باز کن بچه ها ببینن یه دونه شو باز کن دست دو بیار جلوتر گلاغا بیار جلوتر اینجا بیار اینجا. بچه ها ببینن باز کن یه خوراک داره خب اینجا میکشی بعد اینو میچرخونه این میاد بالا آره بذار بچه ها ببینن شاید نیده باشن تا بار باری کلا اومد بالا خب اینجا ای بیشم بگو بچه ها ببینن خب از این بچه رو میکنی خب از اینجا خب سفید نارنجی اینجا نشون نمیبینم بچه ها که از اینجا بگو از این بگو آه از این بگو آره سفید نارنجی خب اینجا آره بعد برمیگردم این طرف سفید سبز بعد این بر سفید قرمز سفید سبز میتونه آره نارنجی سفید سبز سفید آبی سفید قهوه‌ای تو تیپ بی زدی دیگه آره تیپ اوکی برو خیلی ممنون که آینه رو سالم نگردشت چیکون نه؟ تو ماشین نه کدوم آینه؟ نمونه داره میاد؟ بله بودم باشه تو ماشین آه اونو؟ خونه رو؟ پایین بود آینه نه یه دونه گفتم بخواه ببری خونه آره دیگه همون رو بودم آره خوب کاری که چه نگاهش بیم کمکت عرف کرده کلات در بیار خب حالا میری سراغ شبکه شبکه بود شبکه از حالا تلفن چیکار کردی تلفن خب بذار من رنگ بندیش منو بهت میگم که تپ همون بزنی تو الان یه گزدی به چند تلفن یه دونه به من بده تلفن خب یه دونه تلفن من بده خب تلفنم اینجا نشون بده اینجوری تلفنم ببین بچه‌ها ببینن اینجا آها اینم ماژول تلفن خب شماره یکش کو شماره یکش اون خب یه دونهش با پیشگوشی باز بکن گل آقا این الان بازه اینجوری میخوای ببرم یوتیوبه این یه فلش داره میبینی رو به سمت راست میچرخه فلش داره اینجا آره. فلش میچرخه رو به سمت راست سیمون میکنی توش الان سیم نازک داری یه دونه بندازی الان بازه آره اینجا داره یه دونه تکی اگه باشه گل آقا آره بچه ها ببینم یه لحظه خیلی انجام ندادن گل آقا آره ترسشون بریزه گلوغا تو آموزش رو میبینی یا نه؟ من دارم میبینم سه چهار شبه نه ایدی که میبینم سه چهار شبه رو میبینم من یه دفعه نگاه میکنم تو اتاقت هم البته میگه اینترنت نداری دیگه الان بالا داره خب اینه یه دونه ماژوله تلفن هم ما بزنیم بچه ها ببینن از نزدیک خب بچه ها ببینید این ماژول برق که مشخص بود ماژول شبکه رو که ما جا زدیم اینجا نگاه کنید طبق همون چیزی که بهتون گفته بودیم رنگ بندی که بهتون گفته بودیم نگاه کنید تو ایران معمولا از تیپ B استفاده میشین رنگ بندیش اینجا هست آره تیپ B همون جوری که گل آقا بهتون گفت میزنید اینم میشه برای ماژول تلفن ماژول تلفن ببینید شماره 1 شماره 1 بگو تو سفید آبی رو
یک بگیر گل آقا. آره. سفید و آبی آره. آره. آره یک بگیر خب. سفید و آبی یک. میم داخل یک. آره میره داخل. همونجور بگی بچه ببینیم. یه سلاخه. خب. یکم میره تو یه سلاخه. دیده شد. درسته. آره آره. آره. این اینجوری نگه میداره. خب. فاز میتران داره. این یه فلش داره. رو به سمت راست. راست. میچرخونه یه سفتش میکنه. اینجوری که چرخید این دیگه. آره. اون خوراک ها داخلش خود میرسیم و لخت میکنه. الان یه خورده بکش بینیم محکم هست یا نه؟ آها اوکی باش دیگه محکم باش اوکی باش. عبدالله داره چیکار میکنه؟ کابل رو لخت میکنه؟ برای داخل کف خوابه. خب بریم کف خوابه رو نشون بدیم بچه ها ببینن. خب بچه ها نگاه کنید اینجا ما کلی کف خواب داریم. الان تو پروژه ما بچه ها دارن کف خوابه رو اینجا سربندی میکنن. ببینید اینجا دو تا کابل برق اومده، ما اینا یکی ورودیه یکی خروجیه، میره واسه یه برگشت، میره واسه کفوه بعدی. خب دو تا کابل تلفن داریم، هر کدوم از کابل ها چهار زوجه، سه تا کابل شبکه داریم. حالا ما سه تا کابل شبکه داریم، میتونیم سه تاش هم استفاده بکنیم، اگر نخواستیم میتونیم اینجا رو درپوش بذاریم. الان ببینید این سه تا یک نصف از خونه ها رو میگیره، تلفن هم که یه خونه رو میگیره، برق هم که هر کدوم یه خونه رو میگیره. گل آقا یه دونه پریز شبکه به من بده بچه‌ها نشون بدم. آره ماژول شبکه چیز تل برق ماژول برق باز شده شو داری؟ آها خب بچه ها نگاه کنید اینجا این یعنی یه دونه ماژول برق هستش. به اینا میگن که ماژول پریز برق، چون داخل پریز برق قرار میگیره، با پریز برق معمول متفاوته، رنگش هم قرمزه. چرا؟ علتش هم این هستش که چون اینا روی یو پی اس سوار میشن دیگه، پریزایی که روی یو پی اس یا برق ایمنی هستن اونا رنگشون قرمزه، پریز معمولی هم سفید است. ببینید ما طبق استاندارد اگه بخوایم اینجوری نصب بشه، این بالا سمت راست همیشه فاز میشه، وسط هم که ارته، سمت چپمون هم که چی میشه؟ نول میشه، سیم نول. اینم از این. این قسمت هم که خود تیغه خود این طرف هم بریم بچه ها ببینم. بچه بین اینجا رو ببینیم. گل آقا در اتاق برق بازه؟ خب بریم اینجا رو بچه ها ببینم. بچه بریم اینجا یه چیزم بهتون نشون بدم. این تابلو برق هوشمندم بهتون نشون بدم. خب بچه ها حواستون باشه، به همه دوستاتون هم اطلاع رسانی بکنید. امشب که جلسه 16 از طراحی مدار فهم قدرت رو براتون میذاریم، انشالله تا 25 جلسه ادامه داره. بعدش میریم طراحی و مونتاژ تمام تابلو برخورم، میخوام صفر تا صد بهت بگم، برق ساختمانم بهتون میگم، موتورخونه رو بهتون میگم، طراحی و اجرای بانک خازنم بهتون میگم، نحوه محاسبه پول برق از روی قبض برقم بهتون میگم. الانم که وقت داریم میخوام بدون تابلو برق هوشمند رو براتون توضیح بدم. بریم هم دیگه ببینیم. خب یا نگاه کنیم بچه ها، این یه دونه تابلو برق هوشمند هستش. ببینید از بالا خروجیش از بالاست، این لوله هم که از بالا اومده هنوز کارشون تموم نشده، بعد نیازمند اصلاح هستش تام درست کنن. این لوله ها همشون باید از اینجا بیخ بریده بشه، بریده بشه یه تراز بشه. خب لوله ها که درست میشه میام اینجا، میام اینجا. خب ترمینال های تابلو ایمونو داریم. ببینید این ترمینال ها رو بچه ها، این ترمینال ها همشون باید سرسیم بخوره. الان ببینید این یه دونه خط هستش دیگه، توی یه دونه خط دیگه نیاز نیستش که فاز و نول و ارتش رو همش بخواید سرسیم بزنید، فقط فاز و نول سرسیم بزنید اوکی هست. یا مثلا برای این خط فقط فازش رو گرفته لیبل زده. حالا لیبل زنی رو بهتون توضیح بدم. ببین اینجا زده F61 91. F یعنی چی؟ یعنی فنکول، اون فنکولی که توی سقف نصب است. مثلا اینم F هستش. حالا مثلا یکی دیگه داریم L، نگاه کنید L 500 و حالا مثلا 11، این L یعنی لایتینگ میشه، خدمت شما ثبت میشه برای خب خب حالا اینجا نگاه کنیم اینا ماژول های شبکه مون، ماژول های هوشمندسازی مون هست. این میشه پاور
که برق تغذیه مون هستش. ورودیش نگاه کنید، خروجیش 30 ولت دی سی هستش، ورودی مون هم که 220 ولت هستش، خروجیش هم نگاه کنید تا 320 میلی آمپر میتونه بهتون بده. اینها ماژول های روشنایی هستش. نگاه کنید هر کدوم میتونه کلید داره. ببینید اینا اینجا، اینم چی هستش؟ ماژول خدمت شما هست شود که کنترل فنکولمون هستش که میتونه چند تا فنکول ما رو کنترل بکنه. اینجا ما یه دونه چنج اوور خودمون داریم که بین برق شهر و دیزل جنراتور گذاشتیم. اینجا هم این قسمت هم درب تابلون برای یو پی اس هست. اون کفخوابایی که بهتون نشون داده بودم همه‌شو میان روی چی؟ میان روی این قسمت برای یو پی اس سوار میشن. خب تابلو هم که ورودیش بالا هستش، تابلو از نوع روکار هم هستش. اینجا هم که کلید نشته جریان یا اف آی مون رو داریم. اینجا هم گفته که جریان خطاش میشه 30 میلی آمپر، یعنی اختلاف جریانی که بین فاز و نول اگر ایجاد بشه و به زمین نشت بکنه میشه 30 میلی آمپر و تریپ میده. آموزش اینم قبلا بهتون دادم. سه تا آموزش از همین تابلو برق هوشمند رو داخل کانال براتون توی 3-4 هفته پیش بچا براتون گذاشتم. اینجا هم که چی میشه؟ اینم که ترمینال های یا در واقع شینه ارتمون میشه. این قسمت هم ارتمون هستش. یه دونم که پایین داریم برای ارت اصلیمون هستش. این قسمت هم ترمینال های ورودیمون هستش. ببینید یه مقدار این ترمینال ها زاویه دارن بخواد اینکه راحت تر بتونید سربندی رو انجام بدین. با دو تا کابل ورودی داریم، یکی برای برق دیزل هستش، یکی برای برق شهر هستش. اینا میشه برای بحث خروجی ها. اینم کلید فیوز هستش. خیلی پرسیده بودن بهش میگن HRC یا فیوزهای کپسولی، فیوزهای سیلندری هم بهش میگن. هم کار کلید میکنه هم کار فیوز. نگاه کنید الان میتونی فیوز رو دربیاری عوض کنی و اینجوری خشابی جا میره. اینم که کلید مینیاتوری مون هستش، کلید مینیاتوری سفاز ورودی مون هستش. اینم که کلید اف آی نشتی جریان اون هست. اینم کلید تستش. اگر نکته بود بچه ها میخوام بهتون تو جلسه بعدی بهتون بگم. حالا روزا بچه ها من فرصت کردم براتون لایف میذارم، ولی هر روز یعنی در واقع هر شب ساعت 9 شب ما یه دونه آموزش داریم توی کانال همین فن تیوبرز خود من. تمام آموزشم رایگان است. لطفاً اطلاع رسانی بکنید به دوستاتون تا همه بتونن از این آموزش‌ها استفاده بکنن. آموزش برق ساختمان، برق صنعتی، تابلو برق، تأسیسات و موتورخونه که هر چی داخلش هست، شامل چیلر، مشعل، پمپ، سختگیری، منابع انبساط و تمام تجهیزاتی که داخل خدمت شما هست که موتورخونه است. خیلی دوستتون دارم. امشب ساعت 9 با یه طراحی دیگه از مدار فرمان و قدرت پیشتون هستم. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.